در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که چهارشنبه هفتم ربیع الثانی 1444 از معظم الله پرسیده شد، درباره تربت امام حسین علیه السلام بود که تا چه فاصله از قبر مطهر امام حسین علیه السلام به آن تربت کربلا اطلاق می شود و آثار تربت از جواز اکل و غیر آن را دارد؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. من القواعد المسلمه والمتسالم عليها في الفقه من قبل الفقهاء ان المثبتين لا تقيد بينهما، أحدهما مطلق والآخر مقيد. وبالنسبة إلى تربة الحسين صلوات الله عليه، الروايات أكو مطلقة ومقيدة. طين القبر أكو، لا اللي مو من القبر هذا مو طين القبر. في بعض الروايات أكو كربلاء. كلما اتسعت المدينة وصدق عليها كربلاء عرفا، التربة تكون تربة كربلاء. وفي الروايات أكو بعض الروايات أربعة فراسخ أو خمسة فراسخ، وهذا تقييد، إطلاق تقييد ما بي، يعني يؤخذ بالمقيد ويؤخذ بالمطلق. وربما كلما يكون أقرب إلى القبر الشريف يكون أكثر نتيجة، ربما مع ربما. أما الإطلاقات في محلها شو قد ما يكون، بل مو عشر فراسخ خارج كربلاء، لا، في إطار ما يسمى عرفا كربلاء. هذا التراب يكون تراب الحسين عليه السلام، تراب كربلاء. در نشست علمی چهارشنبه هفتم ربیع الثانی همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره مقصود از عارفان به حق در روایات زیارت امام حسین علیه السلام، حکم طلب هدایت برای کفار، در حکم کفار بودن یا نبودن نواسب و خوارج، حکم کار کردن در فروشگاهی که بعضی اشیاء حرام مثل مشروبات الکلی نیز فروخته می شود و شخص قدرت بر امتناع هم ندارد، حکم اجحاف، حکم تقاص، آیا هر ولد و زنا مبغض اهل بیت علیهم السلام می شود و فرق بین اسلام و ایمان پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایک سوال ها با سعه صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.